اعتراض های سنفی و کارگری در ایران رو به افزایش است. آیا این اعتراضها ها منسجمند و با هم پیوند خوردند؟ آیا یک جنبش کارگری بلقوه خطرناک برای جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است؟ سلام شعارهای معترضان کارگری و معلمان و بازنشستگان ایران در یک سال اخیر از ورود عناصر جدیدی به حوزه مطالبات سنفی حکایت می‌کند. این شعارها به خصوص در تجمعات کارگران معترض هفت و فولاد اهواز از پیوند اعتراض سنفی و سیاسی خبر میدهد و از اعتماد به نفسی نشان دارد که در طول حیات جمهوری اسلامی بی است شاید ناشی از همین اعتماد به نفس تنز هم در این شعارها وارد شده از جمله وقتی شماری از تظاهرکنندگان کنندگان فریاد زدند حقوق به ما نمیدن مرگ بر آمریکا. آیا گستردگی و تکرار این اعتراض ها و سیاسی شدن شعارهای اونها حاکی از تولد یک حرکت کارگری منسجم و محکم است؟ ولی آیا این اعتراض ها با هم پیوند خوردند و به یک جنبش کارگری مؤثر تبدیل شدند؟ تشکل‌ها و نهادهای کارگری از چه جنسی هستند و تا چه حد امکان ادامه حیات و سازماندهی گسترده تر دارند این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم ایوب رحمانی فعال و تحلیلگر کارگری معتقد است به دلایل سیاسی قدرت و اهمیت تشکل‌های کارگری در ایران بیش از آن چیزی است که نمود می‌یابد و از بیرون دیده می‌شود علیرضا صلواتی تحلیلگر اقتصادی بر موانع پیش روی حرکت های کارگری تکیه می کند و می گوید جمهوری اسلامی خطری جدی از جانب اعتراض های کارگری متوجه خود نمی بیند. خیلی خوش آمدید آقای رحمانی ابتدا به ما یک شمای کلی از وضعیت حرکت های کارگری بدید از نظر انسجام از نظر میزان پیوند بین اعتراض های مختلف در رابطه با حرکت‌های کارگری وقتی صحبت می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم که در واقع این حرکت‌ها یه تجربه صد ساله بر پشت خودش داره یعنی وقتی از حرکت‌های کارگری یا به نظر من از جنبش کارگری در ایران صحبت می باید ریشه های این جنبش رو در خاک‌های انقلاب مشروطه به جستجو کنیم دلیلش اینه که به هر حال تضاد منافع طبقاتی بین کارگران و کارفرمایان و سرمایه‌داران وجود داشته و در نتیجه مبارزه دائمی کارگرها برای رسیدن به خواسته هاشون انجام دادن از دهه 80 ما با اوجگیری جنبش مجد، اوجگیری مجدد جنبش کارگری مواجه هستیم من چند چند تا نشانه هایی از این اوجگیری رو براتون برمی شمارم در اوایل دهه 80 مواجه بودیم که بعد از اون های گسترده ای. بعد از انقلاب اه سندیکای کارگران خباز یا کارگران نانوایی ایجاد شد و اینا در همون 83 84 مراسم اول ماه مه را به صورت علنی در سطح شهر و در سالن بسیار بزرگی در شهر برگزار کردند. بعد از اون در 84 با این روبرو بودیم که کارگران سندیکای واحد مجموعی برگزار کردن و سندیکای خودشون و این کارگران سندیکای شرکت واحد تهران بود بله یعنی سراسر مملکت نبود بله بعد حدود دو سال بعدش یعنی همزمان با اون اتصاب ما اتصاب کارگران نیشکر هفتپه را داشتیم دو سال بعدش این کارگران در طی اتصاب و مبارزه خودشون سندیکای کارگران هفتپه را ایجاد کردن در همون دهه ما مواجه هستیم با شکل گیری کانون های سنفی معلمان که در حال حاضر اگر اشتباه نکنم 26 کانون در استانهای مختلف به تشکیل شدن همزمان مواجه هستیم با شکگیری شکری تشکل های کار بازنشسته ها خب این مجموعه رو که حساب بکنیم یعنی نشون میده که با یه برامدی به ما در جنبش خب کارگری نشان رو گستردگی اما این گستردگی تا چه نشان از انسجام و سازماندهی میده ببینید شما یه اعتصاب کارگری رو که در نظر بگیرید مثلا 5000 نفر کارگر در هفت تپه یا در فولاد دست به اعتصاب میزنن به خودی خود از یه نوع سازماندهی برخورداره. به تو صحبت اصلی اینه که آیا این سازماندهی هایی که داره صورت میگیره این شو بکنم سوال شما به این قسمت بسیار معطوفه آیا ارتباطی بین این به حرکت ها و این اعتراض های کارگری این های کارگری وجود داره یا نه به ما تشکیلات سراسری کارگری رو در ایران نداریم حالا اگر فرصت شد من توضیح میدم که چرا موانش چی ها هستن و چگونه میشه بر این موانه قلبه غلبه کرد ما اون تشکیلات های سراسری رو نداریم ولی این به این معنی نیست که پیوندی بین فعالین کارگری و پیوندی بین این مبارزای کارگری و این اعتصاب کارگری وجود نداره مثلا ما در شوش و در اهواز در در این دیدیم که اینا چقدر از در شعارهاشون از همدیگه حمایت کردن و همزمان میدونیم که مثلا فعالین کارگری در سندیکای کارگران شرکت واحد دنبال میکنن یعنی از طریق پیام های از های تلگرامی سوشیال میدیا یا برحال رسانه های اجتماعی دنبال کنند و ارتباط های را دارن یعنی ما با یه نسلی از فعالین کارگری به نظرم روبرو هستیم که تجربه دارن و این تجربهشان از دل مبارزه به وجود اومده و این یه ارتباطی ارتباطی با هم دیگه دارن مثلا ارتباطی هستش بین بسیار حرکت های معلم و حرکت های کارگران و رهبران این حرکت ها در واقع به مسائل یکدیگه مبارزات یک دیگه به تجاربی که اینا دارن میتونم بگم به نوعی آگاه هم که با و این... پیش از اون که از آقای سلواتی در این مورد بپرسم یه نکته رو فقط میخوام برای ما روشن کنید که این نهادها یا سندیکاهای کارگری چه جور سندیکایی هستند؟ آیا مثلا ما سندیکای کارگران یک کارخونه واحد رو داریم یا اینکه سندیکای کارگران در یک رشته صنعتی خاص رو داریم که گسترتر خواهد بود؟ چه جور سندیکاهایی الان پشت این اعتراضای کارگری یا به قول شما اتصابات هستند؟ نه ما به اون مرحله هنوز نرسیدیم یعنی شما اگه سندیکای کارگران شرکت واحد در نظر بگیری نه در تهران هم فقط بعد در واقع از وقتی که تشکیل شدن مجموعه عمومی که بر برگزار کردن خب کارگران برسا راهندگان جمع شدن و مجموعه عمومی رو برگزار کردن و این سندیکا رو به وجود آوردن در رابطه با هفت تبه که سندیکایی که به وجود آوردن در سال 87 دوباره همین بود ما هنوز به نظرم در ایران به نظرم که نه این واقعیت اینه که در ایران اون سندیکاهای به اصطلاح سراسری نداریم مثلا به فرض اینجا داریم تیوسی یا کنگره اتحادیه کارگری باید. که سالیانه جمع میشن و اتحادیه های مختلف به اصطلاح حضور دارن در اونجا ما در ایران در این مرحله قرار نداریم مشخصه که این سندیکاها و یا این تشکلاتی که به وجود میان مالی یک واحد مالی واحد مثلا در مورد مثلا اخیرا بس... مثلا در رابطه با اعتصاب کارگران شکر هفت تپه اینا مجمع نمایندگان کارگری رو به وجود آوردن و این اعتصاب به تحت رهبری اون مجمع نمایندگان در واقع بله. پیش رفت آی سلواتی پیش از برنامه وقتی در مورد اعتراض های کارگری از شما پرسیدم گفتید که اینها اتفاقات پراکنده هستند منظورتون چیه؟ من اگه بخوام از نکته آخر جناب آقای رحمانی شروع بکنم اینه که همونطور که ایشونم هم فرمودن من یک جامعیت متشکل متحد کارگری نمی بینم مثلا چیزی مثل تشکل های دانشجویی در اواخر دهه هفتاد من همچی حرکتی رو فعلا نمی بینم که در ایران شکل گرفته باشه و تمام این وقایع و, و, و م... ات... مسائلی که در, م... در مورد حاشیه کارخونه ها و مسائل صنعتی و کارگری و اینا اتفاق میفته رو میتونم تو چهار علت و شکل ببینم یک این هستش که من وضعیت اقتصادی ویژه ایران رو وقتی نگاه میکنم میبینم که هرچند که شدت فقر در بیکارها بالاست ولی کسرت فقر در شاغلینه یعنی <تصح> <تصح> در ایران فرق غنی و فقیر مرزش با داشتن شغل تعریف نمیشه مثل خیلی از کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته دنیا کسرت فقر در شاغلینه یعنی وقتی شما شغل هم دارید بازم وضعیت مناسبی از لحاظ اقتصادی ندارید در این کشور نکته دومی که میتونم بهش اشاره بکنم وضعیتی هستش که بحث دولت در سایه و دولت به معنی هیئت دولت در کشور داره و یه مجموعه حاکمیتی این که ناکارآمدی دولت پررنگ بشه این این چیزی هستش که بعدشون نمیاد یعنی چیزی که در ایران به عنوان دولت در سایه تعریف میشه بعدش نمیاد که یک سری اعتراضات کنترل شده ای شکل بگیره و هدفش هم ناکارآمد نشان دادن دولت باشه که این هم معلوم نیستش که چقدر بشه کنترلش کرد ولی تا اون که میخوان کنترل بشه دولت مورد هدف قرار بگیره برای همین بروز و ظهور پیدا میکنه برای همین تلویزیون هم میاد اینو نشون میده برای همین صدا و سیما رادیو روزنامه ها های داخل هم میان اینو به شکل جهتدار پوشش میدن برای هم بروز و ظهور بهتری پیدا میکنه نکته سوم این که ارتباطات خیلی پیشرفت پیدا کرده یعنی مثلا اگه اتفاقی در هفته امروز میفته دیگه مثل دهه قبل نیستش که خیلی دیر و یا سخت اطلاعات برس به روز میتونید با کانال های تلگرامی، اینستاگرامی، توییتر، فیسبوک و همدیگه متصل میشن و این حمایت هایی که جناب آقای رحمانی فرمودند رو میتونن خیلی راحت تر از همدیگه بگیرند ولی اینکه چقدر جامعیت داره این بحث دیگه هستش برای همین سیستم امنیتی کشور اون سستی سخت حکومت اجازه میده که این تشکل های اعتراضی در حد کوچیکش هسته های اول شکل بگیره و فعالیت بکنه و من تجربه دارم که در دولت های فکر میکنید ما از اون خواهد شد که این به یک جنبش منسجم کارگری تبدیل بشه من فکر میکنم که اگر بتونن <تصفح> علاقه من نیستن و نخواهند گذاشتش که حداقل تا اونجایی که امکانش رو دارن این شکل خیلی جامع و جدی پیدا بکنه تا زمانی که به شکل جزیره ای شکل شما وقتی به شعارهای این تجمع هم نگاه میکنید میبینید که خیلی تند دولت رو مخاطب قرار میدن خیلی دو... تند به شخص روحانی ولی چنین نیست های سلواتی بر اینکه شعارهای اینا رو من نگاه میکنم مثلا مشخصا آیت الله خامنه ای رو هدف قرار دادن سیاست های کلی جمهوری اسلامی رو مثل همون شعاری که توی مقدمه گفتم که حقوقبان نمیدن مرگ بر آمریکا این رو هدف قرار میدن و به نظر میاد مجموعه ای از نهادهای حکومتی در این شعارها هدف قرار ولی من عرض چنین؟ من, کردم که این اینطور نیستش که بتونن صد درصد یعنی این از یک جای طراحی نمیشه که بگن که این صد نفر برن یه شعار مشخصی بدن وقتی این تشکل ها شکل گرفت دیگه اونجا شعارها قاعدت تنها به اون سمت نیست ولی وقتی بله. که مثلا من تجمع رو در مقابل مجلس نگاه میکنم در مقابل مثلا مجموعه تشخیص نگاه میکنم یا حتی تجمعاتی شعار قالب اولیه شکل دهنده اینه که سمت دولته ولی خب وقتی شور اونجا میگیره اتفاقات دیگه ای می میفته شعارهای دیگه ای می میدن تونتر میشه و به بخشهای های جدیتر اعتراضات میپردازن بله وقتی میگید کسرت فقر درمیان شاغلین هست و نه درمیان بیکارن از اون چه نتیجه میخوایید بگیرید؟ روشن نیست منظورتون چی بود؟ من میخوام بگم که یعنی کسانی که شاغل هستند هم وضعیت نامساعدی دارند شما خب معترزان بیشتر کسانی هستن که هستند که شاغل هستند و... حقوق نگرفتند همین دیگه این اون مطلب چهارمی بودش که باید عرض میکردم خدمت شما بحث فساد هستش یعنی شما ممکنه که... دوچار ظلم مزاعفی بشید یعنی هم کار بکنید هم حقوق نگیرید در خیلی از جاها توی ایران به حال حقوقای معوقه است و این ظلم مزاعف وجود داره دیگه ببینید وقتی در مورد خیلی صحبت می‌کنیم باید بدونیم که در مورد چه عددی صحبت می‌کنیم چه درصدی صحبت می‌کنیم واقعیت اینه که درصد حقوقای معوقه در در مقایسه با کل جمعیت شاغلین خیلی بالا نیست یعنی اینطور نیستش که مثلا ما در مورد چهل درصد کارمندانی صحبت کنیم یا کارگرانی صحبت کنیم که حقوق نگرفتن آقای رحمانی شما با اون که آقای سلواتی گفت موافقید که فعلا به نظر میاد ایشون گفتن بالقوه ممکنه ولی فعلا به نظر میاد این اعتراضات جزیره و اون گستردگی رو نداره بله من به این سوالتون جواب میدم ولی در رابطه با نظری که آقای سلواتی مطرح کردن من به نظرم ایشون کاملا اشتباه میکنن که اون هسته اصلی قدرت یا دولت سایه دولت آشکار نظری که مطرح کرد گو یا هسته سخت قدرت در ایران اینا هستن که با دولت های مثلا اصلاح وقتی میاد رو کار چون اختلاف دارن باعث میشن که تشکل به وجود بیان که به عنوان ابزار فشار اگه اشتباه میکنم تاثیر کنید به عنوان ابزار فشار استفاده از ازش استفاده کنن این کاملا نادرست خود تجربه ای این تشکلات کارگری رو اگه نگاه بکنیم به هر حال همینا نشون میده مثلا کارگران نشکر هفتپه هشتاده هفت تپه 87 یعنی در دورانی که احمدی نژاد سر کار بود تشکیلات بسا سندیک های خودشون رو به وجود آوردن در همون دوره ای که بسا هسته اصلی قدرت حالا هر که حساب بکنیم از دهه 80 که صحبت میکنیم به خصوص اواخر دهه 80 بسیاری از این فعالین کارگری کسایی که بسیار تشکل کارگری ایجاد کرده بودند چه در هفت چه در بسیار شرکت واحد اینا در زندان بودند یعنی در رابطه با سرکوب میخوام اینو بگم در رابطه با سرکوب و مبانت از شکگیری بسیار تشکل های کارگری تفاوتی بین نمیدونم جناهای مختلف در قدرت وجود نداره حمایت از این حرکات کارگری در جمعیت های بومی چطور های رحمانی الان همکاران من یک ویدیویی میدازن از راه تعدادی از کارگران فولاد احواز و بعد راجبش صحبت میکنیم ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیدار

مشخصه که کارگران فولاد اهواز هستند تعدادشون البته کم نیست ولی شما دورنمایی رو میتونید مجسم کنید که این کارگران فولاد توسط جمعیت شهری در اهواز گستره تر بشن اونها هم ملحق بشن به این معترضین کارگران تلاش کردند، یعنی هم در به فولاد اهواز و هم در هفت په. وقتی که اینا به خواسته های خودشون نرسیدن بعد نمیدونم مثلا چهار ماه حقوق داشتن به اصطلاح حقوق معوقه داشتن اعتراضاشون به جای نرسید حسابشون به جای نرسید خب سعی کردن به این صدای خودشون رو در سطح وسیتری انعکاس بدن بعد به همین دلیل مثلا در شوش مواجه بودیم که کارگرای هفته میرفتن جلوی فرمانداری و دست به اعتصاب و به تحسن و اعتراض به هر روزه در واقع میزدن در واقع هفت روز هفته اونجا به اعتراض میکردن بعد یکی از شعارهاشون هم در بسه هفته بین ما بودیم هم در فولاد احواز ما میدیدیم که میگفتن مردم با غیرت حمایت حمایت و اینا میخواستن حمایت مردمی رو به خودشون داشته باشن یعنی بخشای عظیمی از مردم شهر یعنی انتظارش این بود که بیان به حال حمایت کنن مردم از اینا تا بق... تا حدودی این حمایت ها شد ولی اون چیزی که انتظار می یا شاید اون چیزی که بسیار خود کارگرها انتظار داشتن اون حمایت گسترده ای که تمام شهر بیاد مثلا به نوعی بسیار به تظارات اینا به پیونده به اعتراض اینا بسیار توجه کنه و من نمیدونم مثلا شاید همدردی تو اونجایی که اخبار رو دنبال کردم شاید همدردی در بق... بین بخشی از مردم بود و همدردی مردم رو تو کانال های اجتماعی میدیدی مثلا تو این رسانه های اجتماعی میدیدی تا اونجایی که میشه ولی اون عملی نشد که به حال بخش زیادی از مردم به پیوندن به این حرکت فکر میکنی؟ برد. دلیلش چیه؟ من به نظرم ده... یکی از دلایل میتونه این باشه که شاید بی نتیجه می, می دیدن مثلا خب خود مردم عملا میدونید یه شر... مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی باید به وجود بیاد تا مردمی دست به صلاح دست حرکت گسترده ای بزنن و فکر میکنید اون شرایط, هم... هنوز نبود و برحال این حرکت صورت می گرفت و شاید هم یه دلی... <تصح> دلیلش دیگه خب سرکوب و نگرانی از عواقب به شرکت در این اعتراضات چون تو وقتی به کارگر نیستی و در تظاهراتی یا در اعتراضی شروع شرکت میکنی که به کارگران مربوطه خب اگر دستگیری بشی به انتظار باید بدتری داشته باشی یه توضیحی در مورد مطلب قبل ارز بکنم که و واگذار بکنم برای بیننده ها اونم اینه که وقتی که در دولت آقای احمدی نژاد ما اعتراضی از هفته بشنیدیم شنیدیم نزدیک به یک سال معوقه حقوق داشتن و میزان سر و صدایی که از اونا شنیدیم در مجموعه میدیا بسیار کمتر از اون چیزی بود که الان میبینیم و مسئولین بهش بپردازن تلویزیون اینو پخش بکنه بارها پخش کردش یا خبرگزاری های مختلف و یا اینکه مثلا من خودم تجربه داشتم من در دولت اول آقای احمدی نژاد یکی از همین کارخونه هایی که از اصل از اصل 44 واگذار شده بود به یک مجموعه من خودم مدیرش بودم و میدیدم که چجوری سرویس های امنیتی صنایع ای ریلی ایران سنایی ریلی بله صنایع ریلی رو وقتی از وزارت صنایع واگذار کردن به صندوق راهن بله من اونجا مدیرش شدم اولین نفری بودم که بعد از واگذاری مدیریت اونجا رو به عهده گرفتم و میدیدم که در تشکیل در پایین در قسمت کارگری سرویس های امنیتی مرتب در رفت آمد هستند و حتی هسته های اولی مثلا ما یه بحث برای مثال اگه بخوام بگم ما وقتی بحث واگذاری سهامش رو به یه شرکت فرانسوی مطرح کردیم من در حال مذاکره بودم که شنیدم که یکی از نماینده کارگرا هم با فرانسوی ها صحبت کردند بعد بلا فاصله قبل از اینکه ما اصلا بپرسیم که چه صحبت هایی کردن نماینده کارگری اینا دیدم که نماینده کارگر رو بردند و پرسیدن و اینا که شما چرا با امنیتی بردن بله که شما با طرف فرانسوی چه صحبتی کردید در صورتی که دو درصد سهام کارخونه متعلق به کارگرا بود و ایشون هم نماینده کارگرا بود از باب در به با عنوان سهامدار به عنوان سهامدار میتونستش که حق طبیعیش بود که در مورد مدیریت صحبت بکنه ولی بس. از باب اینکه اینا فقط یه صحبتی کرده بودن چه برسه به اینکه اینا بخوان تجمع بکنن اعتراض بکنن و بعدش به اینها پوشش خبری و این, این رسانه ای هم داده بشه این چیزی هستش که من به تجربه اینو دیدم میخوام راجع به جمعیت گسترده تری که خواست های اقتصادی دارن و این خواست های اقتصادیشون سیاسی شده صحبت کنیم یه نمودار همکاران ما میندازن روی صفحه پشت سر من و این س... نمودار نشون میده که وضعیت یکی از صندوق های مهم بازنشستگی چی هست این نمودار کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به میلیارد تومن رو نشون میده این کسری از سال 92 به شدت افزایش پیدا کرده این نشون میده که یکی از اصلی ترین های بازنشستگی امکانش رو نداره که در واقع پرداخت کنه اونچه که حق بازنشستگان هست و به همین دلیل بازنشسته ها الان فوقلاده معترض هستند و اگر ما تعریف جنبش کارگری رو وسیع بگیریم بازنشسته ها که حقوق بگیر هستند یا در آقا حقوق بازنشستگی بگیر هستند زیر مجموعه این جنبش حساب میشن دیگه جمعیت بازنشستگی کم جمعیتی نیست این رو اضافه کنید با اونچه که آقای به اونچه که آقایی رحمانی در مورد معلمان گفتن این جمعیت وسیع ممکن نیست ملحق بشه به این اعتراضات کارگری؟ من فکر م... اینا رو دوتا دو نمی بینم یعنی تفاوت من با دیدگاه آقای رحمانی اینه که من دوتا جریان متفاوته یعنی مثلا بخوام بگم این کارگریه و این یکی معلمینه من میگم که تمام این اتفاقاتی که افتاده منشأش مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، عدم یکپارچگی حاکمیتی و فساده. یعنی اینا رو وقتی اینا رو کنار هم میذارم و ارتباطات مدیا که تکنولوژیکی که پیش اومده میگم همه اینا رو وقتی میذارم کنار هم یک جریانی شکل میگیره. ولی من نمیتونم نمیبینم حتی در حدی که من بزاعت دارم بهش اینه که یک جنبش مستقل فعال یک بارچه قدرتمند کارگری شکل گرفته و الان داره مثلا پایه های قدرت رو در ایران مورد تهدید قرار میده مطمئن نیستم آقای رحمانی هم چنین چیزی بگن هرچند برداشتشون تا حد زیادی با شما متفاوته من به نظرم سوء برداشت شد یعنی من اتفاقا نظرم این نیست که معلم جدا از به اصطلاح هستن این حرکت و اعتراض های معلم ها رو چیزی جدا میبینم یا به طبقه متوسط مثلا وضع میکنم من اصلا نظرم این نیست من نظرم این هستش که در واقع معلمان بخشی از طبقه کارگران یعنی وقتی از طبقه صحبت میکنیم معلم ها در همون طبقه قرار میگیرن شما اینجا هم اگه نگاه کنید مثلا در کشورهای اروپای غربی که سابقه به اصطلاح فعالیت کارگری و مبارزات کارگری زیاده مثلا تی سی کنگره اتحادیه کارگری وقتی در انگلستان تشکیل به جلسه نشست میده نشستش رو برگزار میکنه اتحادیه معلمان هم نمایندهاش اونجا یعنی تصمیماتی که میگیرن تصمیمات جمعی به این اتحادیه های مختلفه در کشورهایی مثل ترکیه سندیکاها سراسری هستن و معلمان هم از طریق سازماندهی سنیدگای زیرمجموعه اش هستن اینکه که بگید معلم ها هم جز کارگرا هستن در ایران حداقل از نظر سازماندهی چنین اتفاقی نیوفتاده دیگه نه ببینید خود خود طبقه کارگر به عنوان بهساز سازمان سراسری متشکل از طبقه کارگر در ایران نداریم این یه واقعیتیه گفتم حالا چرا نداریم میتونیم برگردیم بهش پاسخ بدیم اینو در نتیجه ما نداریم اون تش... تشکل کارگری که معلما هم مثلا به عنوان بخشی از اون تشکل باشن ولی علا رغم اینا من به نظرم معلم رو به در ترکیه در تونس شما اشاره کردی در اینجا من اشاره کردم ها به عنوان کسایی که در قبال کارشون مز میگیرن بخشی به اون تعریفی که من دارم بخش بخشو در باید طبقه صحبت میکنیم با اون تعریفی که من دارم اینا بخشی از طبقه کارگر به حساب میاد من فقط این جمله را بگم یعنی اگر همه اونایی که داریم صحبت میکنیم اگر معلما دست به احتساب سراسری بزنن همزمان کامیوندرا دست به احتساب سراسری بزنن همزمان مثلا در هفت و نمیدونم فولاد اهواز و راننده های اتوبوس در تهران و کارگران برق فشار قوی دست به احتساب بزنن هیچ قدرتی قادر نیست هم حرکتی رو سرکوب عبید. کنه این یک همراستایی میخوادش این یک همراستایی میخواد الان فشار اقتصادی خیلی زیاده و بعد از این هم احتمالا خیلی بیشتر خواهد شد اگر همراستا بشود با سرخوردگی های سیاسی اون موقع این اتفاق یعنی همزمانی این دو جریان و همپیمانیشون میتونه یه شکل دیگه ای به اعتراضات در ایران بده برای اینکه ما میبینیم که در عین اینکه وضعیت اقتصادی بد هستش و هر روز داره بدتر میشه فساد داره بیشتر میشه شفافیت داره کمتر میشه ما میبینیم که هسته سخت قدرت هم داره سرخورد، سرخوردگی های سیاسی رو بیشتر میکنه و به مطالبات سیاسی قشر متوسط کاملا است و این سرخوردگی همراه با فشارهای اقتصادی میتونه یه فصل جدیدی از اعتراضات رو درست بکنه ولی بازم اون چیزی که من دارم میگم اینه که احساس میکنم که به این سمت میتونه بره ولی این به معنی این نیست که حتما خواهد رفت در سمت دیگه ماجرا یعنی حکومت از جمله هیئت دولت به حال تلاش هایی هست که به اون سمت نره دیگه از جمله پرداخت این حقوق های از محل بودجه عمومی مثلا آیا دولت میتونه این حقوقهای معوقه رو در سطح صنایع مختلف پرداخت کنه و از این طریق تا حد زیادی اعتراض های کارگری رو تعدیل کنه آیا دولت میتونه با کمک به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی تا حد زیادی به خواست های بازنشسته ها جواب بده میتونه به این شکل حداقل بحران رو تعدیل کنه یا عقب بندازه من برای جواب دادن به این سوال سهل و ممتنه شما باید یه مقدمه کوتاه عرض بکنم اینه که ما در دنیا سه حالت برای سر دادن به وضعیت بونگاهای های دولتی داشتیم یک حالت حالتی هستش که در آلمان شرقی و اتحاد اتفاق افتاد حالت دوم حالتی هستش که در روسیه اتفاق افتاد و حالت سوم حالتی هستش که در چین اتفاق افتاد در روسیه وضعیت اوضاع کار سر دادن به وضعیت اشتغال و اون چیزی که بهش میگن که وضعیت کار و اشتغال در کشور اون اتفاق نیفتاد ولی خصوصی سازی اتفاق افتاد نتیجهش یک فساد گسترده و مافیای قدرتمند شدش که پوتین رو آورد سر کار چین اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که به جای اینکه صنایع بزرگ رو خصوصی بکنن شرایط کار و اشتغال رو بهتر کردن اجازه دادن که این انحصارها رو برداشتن اجازه دادن صنایع خصوصی خودشون شکل بگیرن و حالتی که در 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 حالت بسیار ایدئالش در آلمان اتفاق افتادش و اون وضعیتی بودش که به جای اینکه کسب و کار رو کسب و کار رو خوب کردن و در ضمن صنایع دولتی آلمان شرقی رو هم جذب صنایع خصوصی, خصوصی, خصوصی کردن یعنی هم کسب و کار رو وضعیتش رو خیلی خوب کردن هم اینکه خصوصی سازی رو با شفافیت خیلی اعلایی انجام دادن حالا این سوال شما اگه بخوام برگردم جواب خیلی ساده و کوتاهش اینه که خیر نباید اصلا این دولت این کار رو بکنه ممکنه که دولت بتونه نباید دولت کمک کنه به صندوق های بازجستگی و حقوق های رو پس بده نخیر، این همون سوالی هستش که خیلی سخته ولی در این حال که خیلی ساده میشه گفتش نخیر مثل همون پرداخت دیون مثلا صندوق ها کاسپیان. ما اون موقع مثلا من یادم هست اومدم خدمت همکارای شما و اونجا هم همین رو گفتم گفتم نباید دولت این این فرق داره صندوقایی که یه عده درش پول گذاشتن برای اینکه سودای هنگفت بردارن خیلی فرق داره با حقوقای معوقه کارگران میتونیم در مورد اونها استدلال بکنیم که اینا هم پولای بازنشستگیشون رو پسندازشون رو گذاشتن اونجا که بخوان چی بگم اینجا هم در مورد کارگرا هم جواب اینه که نخیر شما نمیتونید دست ببرید تو جیب بقیه جماعت کشور و بدون اجازه اونها پول چاپ بکنید و بدید به این حقوق اینا رو پرداخت بکنید الان من عرض میکنم ولی دولت اونچه که وضعیت داره رگولاتوری کسب و کار رو شرایط کسب و کار رو باید در کشور درست بکنه. در با شرایط اقتصادی با تحریم ها که این امکان وجود نداره. شما خودتون ببین... به فساد اشاره کردی و به خیلی عوامل دیگه. اجازه بدید چون نکته مهمی من به آقای رحمانی اجازه بدم که صحبت کنه بخص... که نکته مربوط به اه... معیشت سن... کارگران چیزی که آقای اه... رحمانی آقای در نظر ندارن. کارشناس اقتصادی هستن ولی توجه نمی‌کنن به, مس... به مسائل به اون اقتصاد سیاسی که ربطی به رفتی به مسئله کارگری در ایران داره مثلا صندوق های بازنشستگی رو در نظر صندوق تامین اجتماعی در معرض ورشکستگی قرار گرفته ورشکسته دلیلش ورشکسته. دلیلش این نیست که دو... حالا برگردیم به اینکه دو... یا دولت کمک بکنه یا نکنه مثلا اینه که دولت عامل اصلی در رابطه ورشکستگی صندوق تامین اجتماعیه نه. یعنی مثلا هایی که دولت نه. کرده از صندوق اجتماعی ده میلیاردیه یعنی اون وضعی که شما نشون دادی به هر حال بخشی از بساط سیاست دولته در تو صندوق باز صندوق بازنشستگی که فرهنگیان هم ما با همین وضع روبروی هستیم یعنی اعتراضاتی که فرهنگیان میکردن و معلم میکردن و خواستایی که مطرح کردن یکی از خواسته دزدی که از صندوق بازنشستگی فرهنگیان صورت گرفته در خیلی از کشورها آقای کریمی این جرمه که شما حقوق کارگری که اومده قرار داد با باش بستی اومده کار کرده و حقوقش رو یعنی این جرم رو رسیدگی بکنه ولی اینکه دولت حق نداره که پول کسی که توی سیستان بلوچستان مثلا کپرنشین هستش رو بیاره مثلا در احواز بده به اجازه این مثلا از, بلی از آه... حقوق آقای آه... 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 سلواتی همین دولت که میگید چنین اجازه نداره بر اساس یه سازوکاری کارخونه ای که گفته میشه که 213 میلیون دلار ارزشش بوده رو با دو میلیون دلار واگذار کرده بونان پیش پرداخت منظورم هفته پس اگر این رقم ها درست باشه که من از رسانه های معتبر داخل کشور گرفتم خب چنین دولتی وقتی چنین کاری میکنه بعدا باید یه جوری بیاد این خطا رو مورد ببینید اگه داور به اشتباه یه جایی پنالتی گرفتش برای طرف راهش این نیستش که برای جبران اون بره یه طرف دیگه یه پنالتی دیگه بگیره چون خطا به اضافه خطا میشه دو تا خطا این نیستش که شما به خاطر اینکه یک واگذاری غلط انجام دادی در شرایطی که کسب و کار ش... شکر وضعیت نابهنجاری داره در شرایطی که شما 1400 نفر کارگر اضافه کردید دقیقا در قبل واگذاری و بعدش هم تعرفه ها رو بردید پایین برای اینکه واردات شکر آزاد بشه و حالا اون مورد خاص رو دارم عرض می‌کنم دیگر... کارگر به هفت تپه قبل از واگذاری اجاز... اضافه شده بله, بله. تا اونجایی که من میدونم 2700 نفر در هفت تپه بله. کار میکنند یعنی قبل از اون نصف این بوده تقریبا دو برابر کردن تقریبا من این رو به صراحت از آقای بله. اشتباه میکنی یعنی تعداد تلاز... چه مورد اشتباه میکنم اینکه اینکه رو زیاد تعداد کارگرا رو زیاد کردن در هفته پ ببینید من هیچ چیز ندیدم من یعنی من شما... دقیق... من د... بل... من بله. بعد از این برنامه بعد از برنامه, برنامه, این برنامه من رو برنامه برنامه این رو میذارم برای اینو فیسبوک برنامه میذارم بر فیسبوک برنامه حالا. حالا. روی فیسبوک برنامه بگیرید حالا این مثال اینه آقای آقای ببینید من مثال نمیخوام مناقشه بکنم من میخوام بگم که وقتی که یک سیستمی رو شما به اشتباه واگذار نمیخوام برم در مورد هفت تپه که این مثال شما روش مناب کلی عرض میکنم اینکه اگه شما یکی واگذاری غلطی رو انجام دادید بعد بیایید از جیب دولت هی به اینا هر ماه کارگران معترض سه ماه حقوق دادن بعد چهارم بی... چی میشه بله. این بحث... باید سیستم سرس... کسب با و کار درست باشه رو اجازه داری... بدید روی همه اعتراضات کارگری نگه داریم چون رجب خصوص توی برنامه‌های دیگه بی بی سی زیاد صحبت شده امیدوارم یه موقعی در پرگارم بپردازیم اگر به این خواستهای کارگرای معترض دولت جواب نده این بحران معیشتی به کدوم سمت میره ببینید این نکته نکلی... بحث برنامه اینه دیگه بله. اعتراضات کارگری ناشی از حقوقهای های مکانیسم صحیحی رو باید برای این تعریف بکنه. خب اون یه چیز دیگه است ممکنه مکانیسم صحیح در یه سیستم صحیح تحریزی بشه شما خود نه همینه بشه. الان الان من به عنوان یک مدیر اگه به من بگن که بعد موردی بازم باید صحبت بکنیم مثلا در مورد هفت تپه چیکار میکنید من میگم آقا تعرفه شکر رو ببرید بالا که شکر وارد نشه شکر و... گران وارد بشه که برای تولید کننده داخلی صرف بکنه و بتونه اونجا تولید بکنه و, و حقوق کارگرا رو بده حقوق کارگرا خب رو از اونجا رحمانی. بده و, و این این نمیشه که هر ماه بیان حقوق دو همون همون کاری که اون موقع قبل از اینکه واگذار بشه اتفاقا مورد هفتپه مورد جالبی ازش که میشه در موردش خیلی صحبت بره. کرد کیس, آه. کیس خوبی هست ببینید مسئله فقط یه مورد دو مورد نیست یعنی ما حقوق های معوقه در خیلی از به اصطلاح صنایع و واحدهای تولیدی داریم حتی غیر از واحد مثلا کارگران شهرداری هم با حقوق مح... های روبرو هستن بخشی از هست... از این جهت مربوط به بحث هم. برنامه های رحمانی که دولت داره سعی میکنه با پرداخت حقوقهای های مرحله به مرحله نه کاملا همه حقوق معوقه رو بدن توانشون نداره ولی با آروم آروم پرداخت کردن حقوق های این, این اعتراضات کارگری رو آروم آروم بخوابونه فروکش کردن اعتراضات کارگری در نتیجه دادن پولی که به قول آقای صلاحاتی چاپ شده توسط دولت آیا عملا کم کم, کم به این سمت نمیم برای که کارگران ببینن خواست اولیشون که حقوقای معوقه بوده برآورده شده و به این ترتیب آروم آروم این اعتراض هم فروکش بب... کنه این... ببینید این که حقوق معوقه باید پرداخت بشه به هر دلیلی حقوق معوقه صورت کرده این بسا حق طبیعی به کارگران من. این حقوق پرداخت بشه حالا اگه کارفرما نمیتونه باید دولت بده این حقوق مووقه باید پرداخت بشه ولی مسئله فقط حقوق آقای کریم مسئله فقط حقوق معوقه نیست مسئله کارگران نمیدونم معلمان فقط حقوق معوقه بازنشستگان فقط حقوق معوقه که نیست فکر که فکر نمی‌کنید دولت شما در نظر بگیرید به یک نمیدونم خط فقر بر تفسیرهای مختلفی از خط فقر در ایران صورت میگیره با هر تفسیری که مثلا از خط فقر در ایران نشون بدن دستمزد حداقلی که برای کارگرای ایران تعیین شده یک میلیون و نمیدونم 114 هزار تومان خب دا دا این دستمزد شما در نظر بگیرید که متوسطش میشه مثلا دو میلیون دو میلیون تومان کارگر دو میلیون دستمزد میگیره و شما شرایط ایران رو بگیره خط 5 میلیون نمیدونم 6 میلیون هر چی در نظر بگیریم بخش عظیمی از طبقه کارگر در ایران زیر خط فقره و این مسئله فقط در حقوق فقط مسئله و حقوق مشکل معبقه نیست جایی حقوق که معبقه من بخشی از این به صلاح بی نواسازی طبقه کارگر در ایران با... ایران هست غیر از با بهبود شرایط کسب و کار این اتفاق نمی مثلا چین در سال 1981 که شروع کردش به خصوصی سازی و یا اجازه برای شرکت ها رفع انحصارات کمونیستی خط فقر در اونجا در حدود 88 درصد بود یعنی چیز عجیبی بود 88 درصد مردم چین زیر خط فقر بودن و الان رسیده به کمتر از 6 درصد خب یعنی خلاباتی. این ما 30 سال پیش این این که اینو شروع کردیم این خصوصی کار... سازی ها مگه با اون برنامه تحلیل اقتصادی آقای رفسنجانی شروع نشد, نشد, نشد مگه نشد, نشد شما به اگه میشدش که اگه میشدش که امروز ما بزرگترین پس... دولت دولت خاورمیانه رو نداشتیم که در حتی چند بار این قانون تعدیل شد و در سال 92 باید تمام بونگاهای های فصل یک و فصل خب دو خب شد که خصوصی, کردن خسوصی چی؟ بسمعت... بخش عظیمی عظیم از جمله مثلا هم بحث خصوصی نیست آقای رحمانی برای اینکه یکی از کارخونه های دیگه یا گروه های تولیدی دیگه ای که در این اعتراضات در مرکز توجه بود فولاد بودی گروه ملی فولاد و کارخونه فولاد اهواز فولاد اهواز که خصوصی نشده بله ولی بله. من مصاحبه ای از مدیر عامل فولاد اهواز در چند روز اخیر خوندم که تو این مصاحبه گفته بود که ما در سوله لوازم یدکی کارخونه حتی یک پیچ نداریم خیلی. که این رفت به نه به خصوص سازی بلکه به تحریم ها به شرایط اقتصادی مملکت نه تراست, و... تراست فولاد دست بنیاد تاون سپاه خب اون نکته خوبیه اون،, اون, اون, یه حوزه دیگه ایه یعنی خوب. این همین همونطور که من در مورد شکر صحبت میکنیم و از سلطان شکر که واردات رو پای گذاشته توی کشور همونجا هم در مورد فولاد خب ما میدونیم که بنیاد تعاون س... بنیاد تعاون سپاه دارنده یا وزارت دفاع مجموعه های زیر مجموعه وزارت دفاع بزرگترین مثلا مجموعه های فولادسازی و پتروشیمی رو دارن حالا اگه اونا با انحصار دارن فشار میارن روی رقیب دیگه که فولاد احواز هستش اون نمیتونه به این وضعیت ادامه بده بازم برمیگردیم به همون شرایط بهبود وضعیت کسب و کار یعنی ما نمیتونیم که دولتی دولت داشته باشیم که هی حقوق بده و هی پول چاپ بکنه هی حقوق بده و به کارگری که مثلا حقوقش دو میلیون تومنه رو اگه فرض کنید به همین ترتیب بخواد بده این دو میلیون تومن دیگه دو میلیون تومن نمیارزه که این دو میلیون تومنی که به این ترتیب چاپ بشه و بهش پرداخت بشه به راحتی به زودی به یک میلیون تومن و کمتر از اون میرسه همون روالی که در ونزوئلا پیش اومده ونزوئلا هی دنبال سایه خودش میدوه هی تورم میره بالا هی بیشتر حقوق میده هی تورم میره بالا هی بیشتر حقوق میده بله آقای رحمانی مثال فولاد نشون نمیده که پرداخت حقوق های معوقه رسیدگی به معیشت گره خورده به یک سری از مسائل اساسی سیاسی در سطح بالا در ساختار از جمله همجوری که گفتن فولاد رب داره به بنیال تعاون سپاه و رقابت بین اون بخشایی از صنعت فولاد که در انصار نهادهای نظامی هستن با فولاد اهواز که در انصار اونها نیست اونجوری که شما میگید این معنیش چه خواهد بوده آیا به این ترتیب اصلا شما در جبین نظام میبینید که به اعتراضهای کارگری یه جوری پاسخ بده که اینها فروکش کنن واقعا من همچه اراده ای رو در دولت نمیبینم و به نظرم هم نمیتونه دلیلش اینه که اقتصاد ایران به نظر من حالا آقای سلاواتی رشتهشون تو همین زمینه میتونم بیشتر توضیح بدن در حال فروپاشیه و این دولت و کل حاکمیت هیچ سیاست اقتصادی معینی برای برون رفتن از این بحران نداره سی سال به حالا فقط دوران به خصوصی سازی و اون سیاست های اقتصادی که از دوران به تعدیل اقتصادی شروع شد در نظر بگیریم نتیجه شده اقتصاد ایران به در این وضعیت قرار گرفته من این توان در دولت نمی بینم و این سیاست اقتصادی دولتم نیست حتی اگه باشم به نظر من نمیتونه از پس این مشکلات عظیمی که بحران اقتصادی بسیار حادی که بس اقتصاد ایران باش روبرو هستن از پسش در بیاد آیا این ضرورتا میتونه معنیش گسترش بیشتر و تعمیق حرکت های کارگری و تبدیلش به یک جنبش کارگری منسجم باشه چون فقر بیشتر ضرورتا معنی انسجام بیشتر نیست نه من دقیقا با تو موافقم یعنی هر جا که فقر باشه نمیدونم مبارزه بیشتر خواهد بود این این توری رو من قبول ندارم ولی با برگردیم به همین مبارزات اخیر که من اشاره کردم از دهه 80 به اینور در نظر بگیریم به اصطلاح بخش‌های مختلف طبقه کارگر نشون دادن که حاضر نیستن شرایط بینواسازی شرایط تحمیل فقر رو بپذیرن یعنی ما این اعتراضا رو که می‌بینیم اینا نشون دهنده این هستش که قبول نمی‌کنن به که این سطح از به فقر رو این سطح از استثمار رو قبول نمی‌کنن و این به ما این امیدواری رو میده که در مقابل وضعیت بحران اقتصادی که الان باش با به صلاح مواجه هستیم بس این اعتراضات بیشتر بشه و دیما نشون داد اعتراضات اخیر دیما های نشون داد سال پیش منظور دیما, ها. دیما های سال پیش نشون داد اعتراضات دیما های سال پیش نشون داد این اعتراضات اخیر نشون داد که به صلاح بخش های مختلف طبقه کارگر حاضر نیستن شرایطی که بهشون تحمیل شده رو بپذیرم بیش از این نظر شما چیه؟ فکر میکنید که این فقر بیشتر اونجوری که آقای رحمانی میگه به تعمیق اعتراض های معیشتی از جمله اعتراض های کارگران و از اون طریق به گفته ایشون سازماندهی بیشتر حرکت های کارگری میانجامه؟ سه تا نکته رو بگم در همین مورد یک <تصفح> اینکه معتقدم میشود شرایط رو بهتر کرد کما اینکه در دولت اول آقای روحانی ما تورم بالای چهل درصد رو داشتیم رکود منفی 6 درصد رشد اقتصادی رو داشتیم که تقریبا در, در, اقتصاد ایران بی سابقه بود و وقتی دولت دوم آقا، اول آقای روحانی اومد سر کار بدون اینکه برجام تصویب شده باشه بدون اینکه حتی اون بسته های اولیه هم تصویب شده باشه با سر و سامان دادن وضعیت اقتصاد و کسب و کار اون چیزی که در دولت آقای طیب نیا و آقای دکتر نیلی پیگیری کردن شرایط رو تونست تحت کنترل در بیاره شرایطی که بدتر از امروز بود این نکته اول نکتی دوم اینکه که اتفاقا متاسفانه دولتی که الان سر کار هستش تفکرات اقتصادیش تفکرات اقتصادی نهادگرایان است که با به چاپ پول و با بسته های حمایتی بسیار موافقه چیزی که خیلی از اقتصاددانان اقتصاد رو نگران میکنه بسته های حمایتی که مرتب آقای نوبخت و آقای نهاوندیان ازش صحبت میکنن چیزی نیستش که اون مجموعه اقتصادی کشور رو که معتقد به انضباط هستش خوشحال بکنه بیشتر نگران میکنه نکته سوم که همون جواب دقیق تر به سوال شما هستش مطمئن نیستم که فقر لزوما ایجاد انسجام و شورش و اعتراض بیشتر بکنه برای اینکه ما مثال هایی داریم از وضعیت کشورهای دیگه مثل ونزوئلا که شرایطشون بسیار 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 بدتر از ماست من تاکید میکنم کلمه بیشتر از بسیار پیدا نکردم بدتر از ماست ولی لزوما به این, این که اونجا تغییر تحولی در راستای حقوق قشر کارگر و فقیر اتفاق افتاده باشه رو ما شاهد نیستیم ولی آقای اتفاقا آقای رحمانی میگن از نیمه دهه اشتاد شمسی کارگران نشون دادن که بیش از این زیر بار نمیرن همیشه این حرف هست دیگه یعنی همین امروز هم اگه ما مثلا در مورد معترزین حرف های معترضین ونزولایی رو بشنویم اینا هم همش همین حرف رو میزنن که شرایط دیگه قابل تحمل نیست دیگه ما باید ولی میبینیم که شرایط بدتر میشه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه و من شناختی که من جامعه شناس نیستم. ولی شناختی که من از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایران دارم تصور میکنم فقیرتر شدن و بدتر شدن وضع اقتصاد کشور برعکس عمل میکنه و اه 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 یه چیزی که ممنونم رزومن... سلواتی پیش از پایین برنامه خیلی خلاصه میخوام بگید که آیه رحمانی تأثیر سرکوب سیاسی روی اعتراض کارگری چه خواهد بود اگر شرایط حادتر بشه چون با حادتر شدن شرایط سرکوب هم به مراتب شدیدتر خواهد شد دیگه تردیدی در این نیست که سرکوب ها مؤثرن. یعنی از موزه حاکمیت ها از موزه دولت ها میگم تردید در این نیست وگه نه یعنی خود سرکوب نمی کردن. این سرکوب ها تا, تا درجه ای هم. یعنی شما نمیتونید در یه جامعه مدر فقط به اتکای سرکوب به حکومت به را ادامه بدید در جایی سرکوب دیگه اثر خودش از دست خواهد داد و در مقابل اعتراضات مردمی جون به شای مردمی در واقع بی تاثیر خواهد بود بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر پرگار این هفته می رسیم ممنون از شما که پای این بحث نشستید و ممنون از مهمان برنامه ایوب رحمانی و علیرضا سلواتی پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید شب و روز بر همه شما خوش thank <laughs> you